درود بر تمام شما همیهنان عزیزم، کوروش هستم از شهر ونکوور کانادا. امروز 13 فوریه 2017 میلادی هست. همونطور که پیرو ویدئوهای قبلی گفته بودم، این ویدئو رو براتون تهیه میکنم برای اینکه مخصوصا برای پناهندگان سیاسی که میان به کانادا تا بدونن که در کانادا چه میگذره و سیستم اطلاعات و مهاجرت کانادا در مقابل افرادی که واقعا با حکومت تروریست اسلامی مولای دیگر مبارزه می کنند و به کانادا میان چه رفته دید. الان همونطور که آدرس در پشت سر من می بینید، من روبروی ساختمان اداره مهاجرت شهر ونکوور کانادا در خیابان جورجیا هستم، در شعبه خیابان جورجیای اداره مهاجرت کانادا، همون جایی که وقتی که من وارد کانادا شدم پرونده من تشکیل شد. و جالب این که بدونین که اون شخصی که مسئول تشکیل پرونده من بود یک چینی بود، یک شخص چینی بود که با حالت خیلی خاصی مثل این که در مورد شوهر مادرش داشت صحبت میکرد، آخوندها رو خطاب میکرد، اینقدر با احترام به من گفت که با آقای آیت الله در افتادی. دقیقا به انگلیسی الان دارم فارسی شو برای شما میگم، با آقای آیت الله در افتادی، که خب پاسخش رو گرفت در این لحظه که زیادم خوشش نیومد. بعد وقتی که اینجا برای شما پرونده سازی میکنه، پرونده پناهندگی شما رو تشکیل میدن، به هر حال از شما میخوان که کیس خودتون رو ارائه بدین. بعد از اینکه کیستون رو ارائه دادین، چند مرحله شما اینترویو میشین، مصاحبه میشین، و اگر در اون اینترویو ها مأمور اداره مهاجرت کانادا احساس کنه که شما بی نهایت جدی هستین در باره مبارزه با حکومت تروریست اسلامی ملایان در ایران و به کانادا اومدین، شما شاهد این خواهید بود، همطور که برای من پیش اومد، که در پرونده مهاجرت شما دستکاری هایی میشه، قسمتی از کیس شما از عمد حذف میشه تا کیس شما دچار مشکل بشه، نه اینکه به شما کمکی بشه. به خاطر اینکه اداره مهاجرت کانادا به خوبی در مورد بچه های مله ها و عوامل سپاه پاسداران، عوامل سیستم تروریستی سپاه پاسداران که در کانادا زندگی میکنن، سالهای قبل در کانادا بودن، سرمایه گذاری هایی کلان داشتن، اطلاع کامل داره. خب سیستم مهاجرت کانادا آدرس همه رو داره، آدرس همه رو به صورت آپدیت داره، آپ تو دیت، و بی نهایت هم نگران امنیت این سرمایه ها در داخل کانادا هست، به گونه ای که وقتی که در داخل سیستم مهاجرت کانادا در سال 2013 دریافتن که من هیچ شوخی با اینها ندارم، با در مورد مبارزه با حکومت تروریست اسلامی، و قصد دارم اینجا به مبارزاتم به صورت جدی به هر صورت ممکن ادامه بدم، تمام اینجا رو توجه کنید ببین چیا رو از روی پرونده من حذف کرده بودن که بعد از اون ما شکایت بزرگی کردیم و مجبور شدن برگردیم، اما ببینید چی رو حذف کردن. تمام داکیومنت ها، برگه‌ای که مربوط به شکنجه های من در داخل ایران توسط حکومت تروریست اسلامی بود و ضربات فیزیکی جدی که من وارد کرده بودم به بدن من، اونها رو 18 صفحه رو حذف کردن. داخل همین ساختمانی که پشت سر من می‌بینید، طبقه هفتم این ساختمان، و پس از این که به خاطر که فقط یه هشدار بدن که ببین ما هر کاری میتونیم بکنیم برای آزار و اذیتت، و پس از اون من مدارک مربوط به مدارک اثبات شده در مورد سرمایه گذاری های فائزه رفسنجانی و کلا خانواده اکبر هاشمی رفسنجانی که چند وقت پیش به هلاکت رسید، گروگان شد، رو به یکی از مأمورین سیستم اطلاعات کانادا دادم.
ببینین عزیزان، وقتی که شما در داخل سیستم مهاجرت کانادا اینترویو میشید، مصاحبه میشید برای یک کیس پناهندگیتون، بی نهایت حس خواهید کرد که چقدر جدی هستند برای سیفتی بچه های ملا و عوامل سیستم تروریست اسلامی در کانادا زندگی میکنند. دقیقا در تمام سوالات میفهمید که منظورشون چیه. خیلی تلاش میکنن که شما رو لحاظ روانشناسی روتون کار کنن که بدونن در درونتون واقعا چه اون نفرتی که از ملاها دارین تا چه حد هست، و اگر در حد افرادی باشه که نه خب میان اینجا، خیلی از پناهنده هستن که خب میان اینجا واقعی هم هستن اما میان اینجا گیو اپ میکنن، منصرف میشن، میگن خب ما فقط میخوایم یه مشروبی بخوریم و یا حالی بکنیم و کلن کانادایی باشیم دیگه، حالا بور بابای مردم ایران و اونایی که به اصطلاح ما ادعا میکنیم به خاطرشون تو ایران مبارزه میکنیم به خانده همشون. یه عده دیگه هم که خب پرنده های ساختگی هستن که اینجا خیلی زیاد ما ببینیمشون که از طرف حکومت تروریستی اسلامی پرونده سازی برشون میشه که حتی در زندان بودن که به سرشون اومده. با ببینید سیستم تروریستی اسلامی کاملا میدونه که UN در مورد چه کشوری، در مورد هر کشوری چه پرونده هایی رو قبول میده، و وقتی که میخوان جاسوساشون رو به اینجا به صورت پرونده های قلابی، پرونده های قلابی یکی از کیس هایی هست که اینجا سرمایه گذارا هستن و اشخاص دیگری که در ویدئوهای دیگر بهشون میپردازیم. پناهنده قلابی جمهوری ننگین اسلامی مورد تایید ملکه انگلیس خیلی خوب میدونه که UN برای هر چه کشوری چه پرونده‌ای رو بهتر قبول میکنه، هر سال نوع کیسا تغییر میکنه و اثباتش هم جمهوری اسلامی برای پرونده سازی میدونه که چطور باید درست کنه برای جاسوساش که اینجا هستن. خیلی هاشون ما دیدیم، چه زن چه مرد چه دختر چه پیر چه جوان، که اینجا اومدن و الان غرق مواد مخدر، فحشا و مواد دیگری هستن و دولت کانادا هم فوق العاده خیالش از بابت اونها راحته و میدونم خیلی در مورد اونها، اما خب به هر حال میدونم کانادا سیه فایزر، وقتی فایزر رفتن جا اینجا سرمایه گذاری هنگ افتاره در داخل همین ونکوور، اطراف ونکوور که شهرک سازی داشته و در داخل تورنتو که همونطور مأمور سابق CIA که به ایران رفت و ناگهان ناپدید شد، یکی از پروژه های مهمش در کانادا پیگیری سرمایه گذاری ها، املاک و دارایی های خاندان رفسنجانی بود که به نتایج خیلی خوبی هم رسیده بود و متاسفانه بعد از اتفاقاتی که افتاد و پاش به ایران باز شد ناپدید شد و تا کنون اطلاعاتی از اون در دسترس نیست. همونطور که گفتم من پرونده سرمایه گذاری های فایزر رفسنجانی به مأمور اطلاعات کانادا دادم، چون بعد از اداره مهاجرت کانادا پرونده شما فرستاده میشه به اداره اطلاعات کانادا یا اینتلیجنس سرویس، کانادین سکیوریتی اینتلیجنس سرویس به اختصار به اون CSIS گفته میشه، و از شما مصاحبه هایی میکنن تا مطمئن بشن که شما نمیخواید. ببینید اونها برای امنیت کانادا از شما سوالی نمیپرسن، چون اصلا امنیت کانادا برای اونها مهم نیست. بزن یک مثال کوچیک براتون بزنم. همین در همین ماه فوریه 2017 اخباری بیرون اومد که سیستم امنیتی کانادا، کانادین سکیوریتی اینتلیجنس سرویس، یک دیتابیس خیلی بزرگ درست کرده بوده به صورت مخفی از اطلاعاتی در مورد مردم کانادا که اونها رو جمع آوری میکنه در اونجا برای استفاده بر علیه مردم کانادا، و حتی اونها رو در اختیار پرایم مینیستر جدید کانادا آقای جاستین ترودو قرار نداده بودن که کار به دادگاه فدرال کانادا کشید و اونها مجبور شدن این مسئله رو برملا کنن. به صورت مخفی خود سیستم اطلاعات کانادا یک تهدید هست برای مردم کانادا. پس وقتی که با شما اینترویو میکنن و میگن به خاطر مسائل امنیتی، فکر نکنید به خاطر مسائل امنیتی برای مردم کانادا، نه به هیچ وجه. من دارم با مدرک با شما صحبت میکنم، نه از روی حدس و گمان یا از روی احساسات. وقتی شما از ایران میایین با شما اینترویو میشه به عنوان پناهنده سیاسی، اونها نگران امنیت سرمایه گذاری های سران سپاه
افرادی که داخل سیستم اطلاعات حکومت تروریست آخوندی هستن به کانادا میان در اینجا زندگی میکنن و مخصوصا بچه های آخوندها بی نهایت نگران امنیت و سیفتی و استمراره اینجا دقت کنید استمرار پیدا کردن این نوع سرمایه گذاری هستن به خاطر همین به هر نحوی شده با شما اینترویو میکنن در نقاط مختلف یا در از من در خیابان 11 در آرز 1148 هورن بی استریت کانادا که در از بازجویی بود نه مصاحبه که در حضور مترجم مأمور سیستم اطلاعات کانادا به من گفت شماهایی که مبارز با حکومت تروریست اسلامی هستیم یا به کانادا میایین مزاحم دولت کانادا هستیم دقیقاً این کلمه رو استفاده کرد دقیقاً این جمله رو استفاده کرد که مترجم خیلی تعجب کرد وقتی که اومدیم برای تایم استراحت کوچیکی بیرون چون 7 ساعت اینترویوی من طول کشید ما بین اون اومدیم بیرون گفت من نمیدونم چرا این حرفو زد و این حرف اشتباه بود و حتی میتونید اینو برای علیش استفاده کنید که خب من حالا کار دارم با اون مأمور سیستم اطلاعات کانادا و پس از اون یک مأمور سیستم دیگر یک مأمور دیگر سیستم اطلاعات کانادا به نام سابرینا که شماره تلفنش هم با میتونید پایین صفحه ببینید البته شماره تلفنش رو به من گفته شده که عوض کرده چون من قبلا هم شماره تلفنش رو آپلود کردم روی اینترنت و در موردش توضیح دادم از ترسش چون تماسایی گرفته شده با اون تلفن بر اساس اون توضیحاتی که من توی اون کلیپ قبلی دادم و شماره تلفنش رو آپلود کردم عوض کرده چون من تلفن جدیدش رو پیدا می‌کنم خیالتون راحت اینها با بد کسی در ارتباط من اون مدارک سرمایه‌گذاری فایزر رفسنجانی دادم با پررویی تمام به من گفت که اصلا میدونی چه این مداره این آخونده با پاسپورتاشون اینجا اومدن و بچه‌هاشون به شما ایرانی ها هیچ ربطی نداره با پرخاشگری تمام این رو بیان کردن و اینکه این سرمایه گذاری ها برای ملکه کانادا انجام شده برای الیزابت کوین انجام شده که خب حالا برای الیزابت کوین هم که من قبلا اون چیزی که متعلق بهش بود و در ویدئوی قبلی هم اشاره کردم براش برای تولدش فرستادم چون من تصمیم گرفتم از کالچر کانادایی در مقابل اینها استفاده کنم و باهاشون صحبت کنم چون کالچر ایرانی ها اینها نمیتونن بفهمن یعنی اصلا تعریف نشده توی ژنتیکشون که بتونن با درکی از اون کالچر داشته باشن تا کالچر اصیل ایران برای همین من با کالچر خودشون باهاشون صحبت کردم و اون هدیه 8 اینچی و این بلک دیلدو 8 اینچی رو برای تولد ملکه الیزابت کوین 4 بار ارسال شد با پست دی اچ ال که به دستش هم رسید امیدوارم که از اون چیزی که متعلق بهش هست نه پول خون مردم ایران که بچه‌ها اونجا باش سرمایه‌گذاری می‌کنن خوشش اومده باشه و اینکه پس از آپلود اون ویدیوها روی اینترنت در مورد مأمور سیستم اطلاعات کانادا و به اتاوا رفتن من در اتاوا در پایتخت کانادا وزیر جدید امنیتی کانادا آقای گودول رو ملاقات کردم که با توجه به تماس‌های تلفنی در حین رفتن من به اتاوا از ونکوور کانادا گرفته شده بود با اتاوا که همچین شخصی داره به اتاوا میاد و سعی کنین که پاسخگو نباشین بهش چون این فرد دردسرساز خواهد بود برای گاورمنت ما با توجه به مدارکی که تا حالا به ما ارائه داده وزیر امنیتی کانادا آقای گودول اگر فامیلش رو درست بگم که از حال مهم نیست مأمور پابلیک مینیستر پابلیک اند سیفتی ریبلار دولت لیبرال دولت لیبرال به من منو ملاقات کرد و اون هم خیلی ناراحت با من صحبت کرد گفت که ببین تو داری برای کشور ما دقیقاً عین این جمله که براتون میگم تو داری برای کشور ما دردسر ساز میشی و ما نمیخوایم که مردم کانادا در مورد این حقایق بدونن و سعی نکن که تلاش بیشتری بکنی که خب تلاشای من بیشتر شد و سرانجام کشیده شد به پرونده سازی برای من از طرف سیستم اطلاعات کانادا و 45 روز من رو در شهر کوکیتلام بی سی زندان کردن و جالب اینه که یک هفته دیگه هم از همین تاریخ روز که 13 فوریه 2017 هست به وقت مرحله دوم دادگاه من هست جرم من اینطور که به من گفته شده تهدید عوامل حکومت تروریست اسلامی ایران در کانادا است دقیقا این جمله توی پرونده من نوشته تهدید
عوامل حکومت تروریست اسلامی، حکومت ملایان در کانادا. خب این خیلی عالی، نقطه این یک نقطه شروع بسیار مهمه برای من. وقتی که تهدید عوامل تروریستی حکومت تروریست اسلامی در کانادا جرم حساب بشه، شما دیگه تا آخر خط ببرین که چه خبره. و این خیلی خوب شد اینا این کار کردن که من گیواب کنم و بترسم، اما باعث یک اصلا خون در شریانهای من به جریان افتاد. تازه جون گرفتم که بخوام مبارزه شدیدتری توی کانادا آغاز کنم. با من همراه باشین، من ویدیو کلیپ های دیگری برای شما خواهم ساخت در این باره، مخصوصا از اون دادستان دادگاه کانادا که از طرف سیستم اطلاعات کانادا هم باش قبلا کاملا مشخص بود که هماهنگ شده، که اسمش هست بود جیمز پاوری، که در پایین صفحه اون رو میتونید ببینید که در اینجا به دادستان میگن کراون. ببینید پرونده رو کاملا دستکاری کرده بود، تمام گفته‌ها و اسناد من رو حذف کرده بودن از داخل پرونده و هر آنچه که دلشون می‌خواست بر علیه من نوشته بودن، به دلیل اینکه می‌خواستن، فهمیده بودن که کار به جای جدی رسیده و اون مأمور سیستم اطلاعات کانادا گفتم صاحب نبود و می‌خواستن سیف نگه دارن که جلوی دادگاه حاضر نشه، که این رو من پیگیری می‌کنم. و خوشبختانه الانم که رئیس جمهور آمریکا عوض شده و دیگه باراک حسین اوبامای در کار نیست برای حمایت حکومت تروریست اسلامی ایران، به راحتی میشه ارتباط برقرار کرد با CIA، مخصوصا چون که همونطور که اشاره کردم در این ویدیو مأمور CIA که در ایران ناپدید شد، دستگیر شد توسط حکومت تروریست اسلامی در کیش، در جزیره کیش ناپدید شد، یکی از پروژه‌اش در کانادا تحقیق در مورد دارایی‌های خاندان رسمنجانی یا همون رفسنجانی. خب عزیزان، من ویدئوهای دیگری هم در دست دارم که براتون بسام دارم برنامه‌ریزی می‌کنم پیرو این ویدیو، اما در درجه اول تصویر اون داستان رو من براتون باید تهیه کنم، در ویدئوهای بعدی آپلود کنم. با من همراه باشید. نشان دادن چهره واقعی کانادا در کانادا وظیفه منه، همونطور که در ویدئوهای قبلی اشاره کردم. من نه پرمننت رزیدنت کانادا رو می‌خوام، کشوری که بوی خونه مردم ایران رو به راحتی من در اون حس میکنم، تنفس میکنم، پول خونی که از اون بچهای آخونده در اینجا سرمایه گذاری کردن و یا دارن باهاش به ایشونش بپردازن، همسال نتیجه خمینی و از افرادی که رابطه نزدیک با سیستم آخونده داشتن مثل محمود رضا خاوری، محمد رضا یوسفی و و امیر خسروی ها که در اینجا هستن، در مونتریال هستن. درود بر تمام ایرانیان میهن پرست و درود بر تمام کسانی که حقایق را بیان می کنند، حتی اگر بیان آن حقایق بر ضد منافع آنها باشد. پاینده ایران، جاوید شاه.